خوش اومد به یکی دیگه از برنامه پروژکت من شبابم. من مهدی. فیلم امروز چیه مهدی؟ جان ویک. جان ویک. جان ویک کارگردانش اسمش رو نمیدونم ولی میدونم به استانت کارای فیلم چیزن. ماتریکسن. آره. کسایی که اکشن بدل کاری میکردن. بدل کار آره. بدل کاری ماتریکس و یه چند تا دیگه فیلم‌ها هستن که واقعا اکشن خیلی خوبن. بازیگراش که مایکل نیکویست که ویلن فیلمه. و ستاره فیلم کیانو ریوز. من واقعا عاشق کیانو ریوزم که همه ایرانی ها با ماتریکس میشناسن. آره. نیو نیو تو ماتریکس. آره. بازیگر اصلیه چیزم اون اسنایپر هم ویلیام دفو. ویلیام دفو هم زیاد توی فیلم نبود ولی تو فیلم هست. آره. دیگه داستان فیلم هم خیلی داستان یعنی داستانش هم بگم خیلی تکراریه، یعنی داستان جدیدی نداره و اینا. یه کیانو ریوز یه آدمیه که زنش مرده، تنهاست و اینا. یک روزی یه کادویی از زنش میگیره که یک سگه و یه اتفاقی میفته که این دعواش میشه با انگار یه باند روسی و اتفاقی که میفته این باند روسی سگ اینو میکشه و ماشینشو میدزده و این کیانو ریوز مثل اینکه قبلا یک دونه آدم کش خیلی خوبی بوده که بعدن تصمیم میگیره بازنشسته شه به خاطر زنش، اما حالا که دیگه زنش که مرده سگش هم میکشن، ماشینش هم میدزدن، میره که پدر همه میره سراغش رو در میاره. به خاطر حالا که سگش میره سراغشون ببین فکر کنم اگه مثلا زنش رو میکشتن چی میشد؟ آره من فکر کنم کل نیویورک رو میبرد پایین منفجر میکرد عده میبرد نمیدونم. آره خیلی داستانش تکراری بود اما خیلی قشنگ بود. من نمیدونم از اینقدر باحال بود خندم گرفت و گفتم بابا من چی دارم میبینم. خیلی خوب بود، فیلم اکشن عالی بود. این شکل کمر نداشت، چرت و پرت نداشت، عالی بود. من نظر من خیلی خوب بود. خیلی فایت های هم با دستش خیلی قشنگ بود، هم با تفنگ اصلا همه رو هیت شات میکرد. آره بدل کارا اسم استایل جنگیشونو گذاشته بودن گان فو، مثل کونگ فو هست ولی با گان فو. خب بخاطر اینکه خیلی حرکت دستی و چیز توش زیاده، تفنگ زیاده با هم دیگه و کیانو ریوز همه رو هم هیت شات میکنه. خیلی قشنگ. بعد آره کیانو ریوز هم واقعا بعد از مدت ها قشنگ بازی کرد. آره از ماتریکس الان فیلم خوبی بازی نکرد. نه ماتریکس نه سپید قبل از ماتریکس. آره از ماتریکس الان فیلم خوبی بازی نکرد. ما این بهترین بازیش بود بعد از ماتریکس. عالی بود. فیلم خریمی هم که خیلی فانی بود، یعنی بری فقط همونجا نگاه کنی، عشق کنی. آره. با هر کی دوست داری میتونی نگاه کنی. نه باید دربارش زیاد فکر کنین. بعد قشنگ هر وقت خواستین فکر کنین پاپ کورن بخورین. آره. اصلا نگین این کارش که اینکه نمیشه. نه هیچ چیزی معنی نمیده. آره. مثلا با پول که میخواد بده یه سری سکه های طلا میده. میگم که بعد یه هتل دارن برای همه آدمکشا. من از اون ایدهش خیلی خوشم اومد. یه قشنگ بود. یه هتل بود برای همه آدمکشا. بهش میگفتن سیف هاوس. کی بود؟ سیف هتل. کانتیننتال. آره کانتیننتال. من خیلی جالب بود، میگم که عین اون بازی کامپیوتری بود برای من. فیلمش مثل بازی کامپیوتری بود. خیلی قشنگ بود. بعد همون تو مرحله مرحله میافت جلوتر. خیلی قشنگ بود. در حد رید دو اینا نیست. نه در حد رید دو نیست. آره اما خیلی خوب بود برای فیلم های آمریکایی. خیلی برای فیلم من فیلم اکشن آمریکایی دوباره زنده کردم. بیشتر میدی آخر من واقعا برای فیلمی که هست من 9 میدم. یا برای فیلم اکشن واقعا یکی از بهترین فیلم‌های اکشنی که من دیدم تو آمریکایی‌ها. آخه این فیلم‌ها که خیلی سخت میشه نمره داد. آخه تو مثلا 19 میدی مثلا بعضیا میگن که مثلا به این فیلم 19 داده، به اینم 19 داده، مقایسه می‌کنم. اما نه بعد مقایسه. آره من میام مقایسه کنم. مثلا میتونم به 20 مثلا یه فیلم کمدی خیلی خوب شاید 20 بدم بخاطر یه توی کمدی. آره خیلی خوبه. آره ولی میگم که این توی اکشن 19 مثلا معلومه از گاد فادر بهتر نیست. آره. میگه که توی ژانر خودش عالیه. آره باید هر فیلمی رو با خودش مقایسه, کنی. آره نباید با فیلم دیگه مقایسه کنی. بخاطر همین من 19 اونی میدم. آره. آره. برای منم به عنوان فیلم اکشن اصلا 20ه. واقعا باور کنی اما به عنوان یه فیلم که بخوام داستانش هم در نظر بگیرم 16 میانگین این دوتا بهش 18 میانگین میگیره. آره دیگه بخاطر هم میگم که منظورم اینه که مثلا چون 19 اونی میدم مثلا به دارک نایت هم شاید 19 اونیم بدم، این از دارک نایت بهتر نیست یا آره، مقایسه قابل مقایسه نیست به خاطر اینکه یه ژانر دیگه است. اصلا داستانش مهم نیست ولی اکشنش عالی بود. شاید خیلی از کارگردان نتونن اون کارو بکنن به خاطر همین من خیلی نمره خوب بهش میدم. آره با چیزی مقایسهش نکنین. آره خاطر دیگه برید حتما این فیلم نگاه کنید با هر کم دوست دارید نگاه کنید. پاپ کورن
پاپ کورن یادت نره. جلو دماغ بتمن هم سابسکرایب کنی قبل اینکه نگاه کنی. خدافظ. شب گوسفندتو. چی گوسفندم کنی؟ ها؟ ها؟